سلام بچه ها، خوش اومدیم به یه قسمت دیگه از Let's Play. این دفعه سراغ یک بازی خیلی خیلی خاص و متفاوت رفتم و دوست داشتم که تجربه‌مو توی این بازی با شما قسمت بکنم. این دفعه بازی که میخوام انجام بدم و خودم قبلا تجربهش کردم، ولی چون شما انجامش ندادین میتونه واسهتون جالب و جذاب باشه. انتخابی که انجام دادم سعی کردم چیزی باشه که روی تمامی پلتفرما در دسترس باشه و بتونین هر کدومتون با هر پلتفرمی که دارین بتونین انجامش بدین و بازیش بکنین. پس بریم سراغ یک بازی کاملا متفاوت و خاص به اسم گوروگوا. خب بچه، این بازی که دیدین توسط کلا یک نفر ساخته شده، بازی گوروگوا که جیسون رابرت ساخته، اولین ساختش هست و در حال حاضر توی پلتفرم استیم با در واقع ریویو های اوورولمینگلی پازیتیو، یعنی اصطلاحا 10 از 10 ریویو های استیمش. متای بازی هم فکر کنم 84-85 همچین چیزیه. برای پلتفرم‌های PC، PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Android و حتی iOS وجود داره. پس عملاً همه آدم‌هایی که میتونن یه جورایی بازی بکنن میتونن از این بازی استفاده بکنن. حتی بازی پولیه و باید بخرینش روی موبایل و بازی فری نیست. اما قیمتش اونقدر هم نیستش که مثلا بگی اوه مثلا نمیتونیم بخرین و اینا. خدمتتون عرض شد که مثل دفعه قبل کمپانی آناپورنا اینتراکتیو در واقع کار نشر بازیشون انجام داده که دربارش دفعه قبل صحبت کردم. یک کمپانی بسیار خوب و درجه یک که کارشون فیلمسازی بوده، اومدن بخش اینتراکتیوشون مخصوص گیم را انداختن و از اون موقع بعد خیلی از بازیسازهای مستقل براشون بازی ساختن که تا الان بازیشون جز بهترین ها بوده و معمولا توی گیم وارز جز برنده ها هستن یا حداقل یک کاندیداتوری دارن. میخوام درباره این بازی بیشتر باهاتون صحبت بکنم و اینکه بریم یک لیتس پلی ازش ببینیم و امیدوارم از این بازی هم خوشتون بیاد. خب ببینیم که این بازی چی داره واسمون. ما یک صفحه کلی رو داریم که وقتی من روش کلیک بکنم داستان در واقع اینجا توش میخواد روایت بشه و ببینیم اینجا چه اتفاقی میخواد میفته. داره دنبال این شکلی که اینجا توی اونجا داره میبینه داره میگرده. ببین الان چه اتفاقی میفته. خب اینجا کلیک میکنم میام اینجا، بعد میگه حالا میتونی برگردی عقب. خب دیدین یوها اصلا یه تغییری ایجاد شد توی داستان. حالا میگه شما میتونی اینو برداری و بیاریش این بر. حالا داستان داره سمت چپ روایت میشه، من سمت راست تصویر رو میارم عقب، میبرم راست و یهو این شخصیت رو من اینجا میبینم. خوب دقت بکنین، بازم تاکید میکنم داستان کلن توسط یک نفر ساخته شده. من میام اینجا و
یه تیکه از اینجا رو میکنم میندازم پایین. خب میام کجا؟ میام این سمت. خوب دقت کنیم ببینین چی میشه. حالا میام اینجا. حالا ممکنه بگین خب که چی مثلا این، حالا که چی؟ از حالا جادوی بازی شروع میشه. خوب نگاه کنین، من اینو بر میدارم، میبرم میذارم اینجا و داستان اینجا ادامه پیدا میکنه. پس من دارم با پرسپکتیو دارم هی بازی میکنم. حالا میارمش اینجا، اون برداری داستان روایت میشه، من میام عقب، میام اینجا و دیدید اینجا، دیدین، میام جلو، میام جلوتر و این معما به همین خوشگلی حل میشه. حالا میام عقب، دوباره داستان داره به یه شکل دیگه روایت میشه، میام جلو. این چقدر داستان زیباست، چقدر این داستان جذابه واقعا. خب میام این سمت. حالا من بر میدارم این تصویر رو میندازم کجا؟ این رو، که این وارد اینجا بشه. بعد اون وقت این رو بر میدارم و این میره بالا. حالا من از پایین این تصویر رو میندازم جای این و بعد اینو خارج میکنم. میدین چقدر داستان زیباست؟ میدین چقدر جذاب داره روایتش میکنه بازی رو؟ و این در حالیه که هنوز کار ما با بازی تموم نشده و تازه یه جورایی داریم شروعش میکنیم. خب اینجا رو باید چیکار کنیم به نظرتون؟ میام اینجا، بک میکنم، میرم چپ. به نظرتون باید چیکار کنیم؟ میام اینجا. ها؟ خب حالا یه بک. حالا اینو میارم میذارم جای این و داستان این ور پیش میره. و حالا وقتشه که بیام داخل ببینیم که اینجا چه اتفاقی میفته. میبینیم بچه ها چقدر خوشگل ساخته شده. اینجا در واقع شما این که تعیین میکنین که این بازی شما چقدر، در واقع بازی داره یه جورایی خلاقیت شما رو داره به چالش میکشه که ببینه که چقدر میتونین خلاقانه فکر کنید و معماهای اینطوری رو بتونین حل بکنید. نظرتون باید چی کار کنیم؟ میام اینجا، میام اینجا، میام اینجا، میام اینجا و حالا اینجا رو ببینید. من میتونم اینو حرکت بدم و اینجا رو و حالا اینو بندازم اینجا. به به، یک کوچولو دیگه بازی میکنیم که ببینیم بازی چی میگه. وای اینجاها رو ببینیم بچه چه فضا سازی کرد بازی. بعد میبینین اینجا داستان داره ادامه پیدا میکنه، این ورم داستان داره ادامه پیدا میکنه و من دارم با بازی یک داستان روایت میکنم. اینجا رو وای این ورداره داستانشو میگه. این برچی بریم ببینیم اینجا داستان چیه. اینجا پارت آخری که میخوام واسه تون بازی بکنم.
ببین چی شد. میبینین چقدر خلاقانه هست، یعنی هر جوری که فکر کنی طرف اومده یک اثر فوق‌العاده جذاب و متفاوت واسهتون ساخته تا در واقع حسابی شما این به حالش رو ببرین. ببینیم اینجا چی میشه. نه آها اینو من میتونم یارمش اینجا بندازم چون این قطعا سنگین تره دیگه. بله خوب ببینیم این بر چه خبره. پنبه که خب خیلی سبکتر بود دیگه. بزنیم حالا یه امتحانی هم همینو بکنیم. این کماکان به یک عامل محرک نیاز داره. ببینیم اول اینجا، ببینیم اینجا چه خبره. مثل این همش من دارم میبینیم با چیز دارم بازی میکنم و با پرسپکتیو دارم بازی میکنم. به به تا این داستانشو بگه. اینجا رو بک کردم. داستان این بر نداره. آها این بر داره داستان میگه. حالا واسه همون بینه این بر صفحه وایساده واسه اینکه من کارم رو این سمت انجام بدم. حالا من میتونم بیام اینجا. بله تا اینجا بیام عقب، برم این بر ببینم این بر چه خبره، بیام داخل. خوب نگاه کنین ببینین چی میشه اینجا. دیدین این میزنه اینا رو میشکنه. خب حالا شاید بگین که خب که چی این چیزایی که داره اتفاق میفته اینجا. بریم ببینیم به چه دردی میخوره. اینجا هم باید یه حرکتی باید سریع تر انجام میدادم بیادم. خب الان معلوم میشه. آیسا من اونقدر تون نیستم. حالا آه باید یه حرکت دیگه فکرم باید انجام بدم اینجا. آره اینجا باید یه حرکت دیگه هم انجام بدم. دوباره 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 بزن دوباره بزن. یه دیگه رو به عنوان معمای آخر انجام میدم. نه نیف 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 جون مادره جون مادره. خب من الان یادم ریدم. نه نو نریدم اینطوری. به همین قشنگی پس دیدین که چقدر میتونه یک داستان خاص و متفاوت باشه. یعنی که کماکان با تفکرات خودش درگیره
میبینین تمام تیکه های داستان میتونن به همدیگه اینطوری وصل بشن و چقدر زیباست، چقدر هنرمندانه بازی خلق شده. خیلی خب، بریم واسه این که یه جنبندی از بازی داشته باشیم. خب بچه، اینم از لیتس پلی گوروگوآ. مرسی از اینکه با من همراه بودین و اینکه خیلی دوست دارم از اینکه من فیدبک بدین، کامنت بذارین و بگین نه اینجور لیتس پلی ها خوشتون میاد یا نه. دومین باری بود که از آناپورنا یه دونه بازی رفتیم و قطعا بازی دیگه همون متنوع تر خواهد بود. اینو حیفم اومد که واقعا بهتون نشون ندم. مرسی از اینکه با من همراه بودین و البته لایک، کامنتو که گفتم، سابسکرایب یادتون نره، داریم 1000 تایی میشیم و این خیلی خیلی خبر خوبیه واسه من. دمتون گرم، تا دفعه بعد، خدافظ.